من اضافه کنم آقای خلیل، من فکر میکنم به عنوان یه شهروندی که 33 سال در ایران زندگی کردم، فکر میکنم مردم اعتمادشون رو به رسانه های داخلی مثل تلویزیون های دولتی جمهوری اسلامی دست دادن، و اینکه یک کسی بیاد حالا از شهروند تو خیابون گرفته تا یک مقامی، یک مسئولی، یک کارشناس فرهنگی در مثلا رادیو تلویزیون دولتی ایران بشینه و درباره جمهوری اسلامی خوب بگه، میگن خب طبیعیه دیگه، آدم چاقو که دستی خودش نمیبره. ولی وقتی همین شهروندها در آمریکا، اونم نه هر کجای آمریکا، وقتی که از کالیفرنیا و لس آنجلس صحبت میکنیم، داریم یک دنیای دیگری صحبت میکنیم با ابعاد دیگری از رواداری و برابری و لیبرالیسم، میشد در شهرهای مثل واشنگتن، نیویورک هم دیده نشه، اساسا کالیفرنیا فرهنگ متفاوتی داره. اینجا وقتی یک کسی از در این مهد مترقی آزادی میاد و مثلا در مورد جمهوری اسلامی خوب میگه، ناخودآگاه در ذهن بیننده این تاثیر میذاره که نکنه واقعا جمهوری اسلامی چیز خوبیه. و بعد وقتی که ریشه یابی کنیم ببینیم به چه دلیلی کسانی دارن این تبلیغات رو میکنن، متوجه میشیم که برخی از این حرفا از سر ناآگاهیه، بعضی از این حرفا بر سر اطلاعات غلطه، و ما کسی رو مقصر نکنیم یا متهم نکنیم، اما برخی از این اطلاعات و این گفته ها هم با غرض ورزی و کاملا هدفمند داره میشه. با تو موافقم. یه چیزی رو توجه کنید در این فیلم نوبت شما که خواهیم دید، زبان فارسی که این دوستان صحبت میکنن زبان فارسی جا افتاده است، یعنی زبان فارسی است که معلومه که یک نفر به این زبان فارسی کاملا مسلطه. شما میدونید که جوانهایی که در امریکا به دنیا اومدن، یعنی نسل جدیدن، زبان فارسیشون یک کمی به قول معروف لغ میزنه. زبان فارسی، اون زبان فارسی که باید مسلط باشه، یک فرد نیست، چون اینا دو زبانن، حداقل به زبان انگلیسی زبان کوچه و بازارشونه و زبان فارسی زبان خانواده است. اینی که با دقت بیشتری موضوع رو باید بررسی کرد که آیا اینها واقعا کسانی هستن که در امریکا متولد شدن، بزرگ شدن و یک فرهنگ امریکایی رو هم دارن، یا اینکه نه، کسانی هستن که از ایران به دلایل مختلف از ایران خارج شدن، الان در امریکا ساکن شدن، شرایط و موقعیت‌های خودشون هم دارن و نوعی که نگاه میکنند رو شاید نگاهیه که یک تعدادی از ایرانیان داخل کشور هم اینجوری دارن نگاه میکنن به موضوع. ولی به هر حال جالبه که ما طیف‌های مختلفی رو که در این اتفاق برنامه وجود دارن، مطالبشون رو بشنویم و ببینیم که نگاهشون چه نگاهی است. خب اگر موافقید به اولین نمونه بپردازیم. اولین نمونه رو ببینیم از همون دقایق نخستین این برنامه. همکارانم در اتاق فرمان بخش رو انتخاب کردن که پخش میکنن، به اتفاق ببینید. ایرانیای امریکا قربانیای غیر عمد این داستان شدن، به خاطر اینکه خب ببینیم پاپولیشن جمعیت ایرانی توی امریکا همونطور که ما میدونیم خیلی زیاده، بیشتر از هر کشور دیگه ایه، و خیلی هم رابطه تنگاتنگی دارن با ایران. مثل اتباعی دیگه نیستیم که 200 سال پیش اومده باشیم و پدر و پدر بزرگمون هم امریکا باشه، نه اینطوری نیست. هنوز همه در ارتباطن هم و خیلی ها اینجا هستن که به صورت مرتب به ایران سفر میکنن و میان. واسه همین اون رابطه همیشه وجود داشت و این تحریم ها باعث شد که از هر نظر رابطه ها رو قطع بکنه. بیشترین جوری هم که اثر گذاشت بحث مقررات معامله بود با ایران و بحث انتقال پول، به خاطر اینکه خب خیلی از ایرانی های امریکا اینجا هستن که یا واسه فامیلشون پول میفرستادن از امریکا یا مثلا ملکی رو به ارث برده بودن تو ایران، بعد از سالهای سال که بعد میرفتن ایران میفروختن و پولش رو با خودشون میآوردن، اون کار نمیتونستن بکنن. از این از اینجور موانع زیاد به وجود اومد و خیلی از ایرانی ها نادونسته یه سری کارا رو کردن که بسیار گریبانگیرشون شده، مشکلهای خیلی بزرگی واسه شون به وجود اومد. و مهمتر از همه این بود که هیچ راهنمای خاصی هم واسه ایرانی های امریکا نبود که این تحریم ها راجب چی هست، چی کار میتونن بکنن، چی کار نمیتونن بکنن. این رابطه مالیشون در مهمتر از همه تحت تاثیر قرار گرفت. رابطه مالی، رابطه عاطفیشون هم در مضیقه افتاد، به خاطر اینکه شما میخواین برین ایران و بیاین، میری ایران و میایین و وقتی میرسی ایرپورت فرودگاه امریکا، پلیس کنترل مرز اونم نمیدونه قانونای تحریم چیه، فقط میدونه که ایران یه کشوریه که تحریما شاملش میشه. اما اگه بخوایم تمرکز کنیم بر آینده،
خب صحبت‌های یک جوان ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا رو شنیدیم در این بخش که اشاره می‌کنه به اینکه ایرانیان آمریکا قربانی این تحریم‌ها هستند. آیا به راستی شما به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی، آیا بیژن خلیلی قربانی این تحریم‌ها هستین؟ و اساساً این گفتمان یعنی چه؟ اولا من بایستی حتما این موضوع رو مشخص بکنیم، به خصوص در خود برنامه باید مشخص بشه. مثل ما که میتونیم تعریف کنیم از لحظه اول، واقعیتش اینه که ایران مورد تحریم واقع نشده، بلکه این جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های ویژه‌ای که داشت و داره مورد تحریم واقع شده بود. ما هرگز نباید اینو فراموش کنیم که ملت ایران و کشور ایران رو جامعه بین‌المللی نمیخواسته که تحریم بکنه، و اینکه سردمداران جمهوری اسلامی در حقیقت بازی ملت ایران رو میکنن و میگن ملت مظلوم ایران رو شما مورد تحریم قرار دادید، البته تحریم ها واقعا بر گرده ملت ایران فشار آورده، ولی کن هدف جامعه بین المللی تحریم ایران و شهروند ایرانی نبوده، پاسخ به رفتارهای تنش‌زا و متاسفانه غیرقانونی جمهوری اسلامی و زیاده خواهی ها زیاده طلبه جمهوری اسلامی. برای اول بایست اینو به عنوان تعریف حتما اینو بدیم. یعنی شما میگید الان این شهروند ایرانی آمریکایی که میگه من و خیلی های دیگه مثل من قربانی تحریم ها هستند، عملا داره فراموش میکنه که قبل از اینکه تحریم اونها رو قربانی کنه، رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی است که موجب قربانی شدن یک ملت 70 میلیونی از جمله من و شما 200-300 هزار تا ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا رو هم فراهم میاره. بعدش مهمترین یه موضوع دیگه ای که ارزش واژه است. مثلا وقتی میگیم قربانی، تعریف قربانی خیلی چیز مهمیه که آدم درست تعریفش بکنه. مثلا فرض کنید اگه بگیم که یه نفری که در ایران بابت مثلا اینکه در مورد خامنه ای حرف زده میبرن زندانش میکنن و بعد ممکنه حتی اعدامش بکنن و کردن، آقای ستار بهشتی یک نمونش، اگه ستار بهشتی رو قربانی در نظر بگیریم، این دوستمون این قربانی ایرانی آمده، من و شما یعنی در ساحل امن نشستیم، اصلا ما حالت قربانی بایستی واقعا مشخص کنیم که ما قربانی تحریم های بین المللی، تحریم های بین المللی که علیه ایران اتفاق افتاده، بله بر ایرانیان داخل کشور بسیار فشار آورده، شرایط مثلا دارو گرفتن و اینا رو گرفت، مردم رو گرفتار کرده. ولی منی که در خارج از کشور زندگی میکنم و سالیان درازی هم که هست که زندگی میکنم، من نمیتونم قربانی یه همچین ماجرایی بشم. یعنی تحریم ها تحریمی بوده که علیه جمهوری اسلامی، برای کشوندن این که جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره، برای اینکه جامعه بین المللی خودش رو در خطر احساس میکرد از تجاوزهای جمهوری اسلامی، مجبورش کردن که انقدر تحریم کردن که مجبور شده بیاد سر میز مذاکره و به یک برنامه برجام قبول بکنه. ولی اینکه جامعه ایرانی خارج از کشور، به خصوص جامعه ایرانی که در داخل امریکا زندگی میکنه، خودش رو قربانی تحریم ها بدونه، واقعا علامت سوال بزرگیه و این حقیقت نداره. حالا درسته که ایرانی که اینجا هست با مشکلاتی روبرو هست، برای اینکه خانواده‌اش رو فرض کنه اگه بخواد پول بفرسته به داخل ایران با مشکلاتی روبرو هست. دانشجوی که از ایران براشون حتی پول فرستاده میشه اینجا در آمریکا. بله. عکسش رو هم در نظر بگیریم. دقیقاً این مشکلات هست، ولی این مشکلات در قبال مسائل و مشکلاتی که مردم در داخل کشور تحمل کردن و بهشون تحمیل شد و اونها واقعاً قربانی ناخواسته بودند، پرکاهی در مقابل کوهی است. اما اصل قضیه اینجاست که بانی و باعث تحریم ها کسی جز جمهوری اسلامی نیست. و این نکته ایست که دوست عزیزمون تو این بخش از گفته ها فراموش کردن. آیا نکته دیگه در مورد صحبت ایشون داریم؟ تنها موردی که هست در مورد صحبت ایشون، باید توجه بکنیم که مسئله تحریم ها در امریکا یک از زمان گروگانگیری شروع میشه و از زمان گروگانگیری در دوران پرزیدنت کارتر شروع میشه در 1980، و این همین جوری ادامه پیدا کرده و هر سال توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید شده. در دوران پرزیدنت کلینتون اومدن یک ارفاقی دادن، چون در دوران
محمد خاتمی اومدن فکر کردن، یعنی آمریکایی‌ها قبول کردن که مادریت یعنی نوع اصلاح طلبی از حکومت اومده سر کار، برای این شروع کنن یک کمی تحریم‌ها رو باز کردن و اینی که مواد غذایی و فرش رو اجازه دادن، که این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه در دوران پرزیدنت اوباما در سال 2009 تصمیم گرفته شد که دوباره این تحریم‌ها رو تشدید کنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر نبود که پذیرش بکنه در رابطه با مسئله هسته‌ای و مسئله فرش و دوباره مواد غذایی رو چیکار کردن؟ محدود کردن، یعنی اجازه ندادن و تحریم کردن. مسئله خروج پول از امریکا برای ایران به موضوع برجام وابستگی نداره، به موضوع تحریم های اتمی بستگی نداره. در سال 2000 این اتفاق افتاده و تمام محصولاتی که حواله ارز میکردن در امریکا، اینها رو دولت امریکا و دولت فدرال امریکا اینها رو بست و مجبور کرد که ببندن و هیچ کس حق نداشته باشه از ایران، از امریکا برای ایران ارز بفرسته، یعنی از طریق سیستم صرافی و اینا. بنابراین ربطی واقعا به موضوع تحریم های بین المللی در رابطه با فعالیت های اتمی ایران نداشته این تحریم ها. اگه موافق هستید قطعه دیگری از همین گفتگو رو به اتفاق ببینیم، قطعه‌ای که به نظر من ارزش چند بار دیدن و صد بار در مورد جمله هاش فکر کردن رو داره، چون بسیار بسیار ببینیم. داخل هستن، به خصوص سیاست اقتصاد ایران تأثیر بذاره رضا؟ حتما میتونه تأثیری داشته باشه، ولی باید هم مردم ایران هم دولت ایران توجه کنه به این تأثیرات، که این تأثیرات جنبه منفی نداشته باشه. خب ما در زمان گذشته، در زمان محمد رضا شاه پهلوی، این رابطه رو به صورت خیلی بهتری هم داشتیم، ولی به کجا رسیدیم؟ آیا اقتصاد ما اقتصاد شکوفایی بود؟ آیا مشکلات ما تونست حل بشه؟ اگر خیابونای ما پر اتومبیل باشه و صنایع ما بیاد شهر رو آلوده بکنه، برای مردم ایران تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. ما کشور غنی از همه نظر، از نظر منابع نفتی، از نظر معادن، از نظر نیروی انسانی، دانش انسانی، یک کشور بسیار بسیار در سطح خوبی قرار داریم، همینجوری که شما غربی‌ها خودتون معتقد به این هستید. و حالا ما باید ببینیم که این مسئله رو به چه صورتی شروع کنیم. آیا مثل فنلاند و نروژ باید صنعت نفتمون رو پولش رو بذاریم برای سرمایه گذاری‌های خاص و خودمون زیربنای صنعتی خودمون رو درست کنیم، یا کشور غربی رو بیاریم که کشور غربی، نه شما غربی ها، چون مطمئن نمیدونم کیه، نه منظورم خب من بیاریم که تمام دستاوردهای ما رو بردارن به نفع خودشون به صورت تجاری انجام بدن. و در کل ما اصلا هیچ اعتقادی، مردم ایران هیچ اعتمادی ندارن که این برجام بتونه جلو بره. هر جایی که تا اینجا که به نظر میرسه، هر جایی که اونا فکر کنن به نفعشون نیست، ممکنه مسئله رو تغییر بدن. پس یعنی شما میگید که این ممکن است که در عینی که خوبه خیلی هم مهم نیست، چون نباید به آمریکا اعتماد کرد؟ نه ببینید، آمریکا خودش چهره خودش رو در دنیا نشون داده نسبت به ایران. آمریکا هیچ موقع از زمان انقلاب بزرگ ایران که غنی‌ترین صلح‌آمیزترین انقلاب قرن حاضر بوده، ثابت شده الان، با ایران مشارکت نکرده. من مطمئنم که مشکلاتی بین امریکا و ایران بوده، ایران اشتباهاتی کرده در این زمینه، ولی کشور امریکا با اون قدرت و نفوذی که داشت میتونست این مسئله رو به صورت دیگه‌ای باش برخورد بکنه. انقلاب شکوهمند، اینجا به جایی که بزرگ شکوهمند بگن گفتن انقلاب بزرگ، خب شاید فامیل خودشون شکوهیه. آقای خلیلی، من از همین انقلاب شروع کنم. آیا به راستی انقلاب ایران انقلابی صلح‌آمیز بود؟ انقلابی که در سال 1357 خورشیدی رخ داد، با تعریفی که این دوست گرامی لس آنجلس نشین داشتن، چقدر شباهت داره و چقدر تفاوت؟ بله، انقلاب خیلی صادقانه، انقلاب صلح‌آمیز میتونیم، من معتقدم که بایستی به انقلاب
سفید اشاره کرد، انقلاب محمدرضاشاه پهلوی، انقلاب سفید که اصلاحات ارضی رو انجام میده، سپاه دانش میفرسته به روستاهای کشور. آیا در انقلاب صلح‌آمیز قتل عام وجود داره؟ من میخوام همینو بگم، مقایسه باید بکنیم دیگه. اگه میگیم انقلاب بزرگ شکوهمند صلح‌آمیز، باید با این نوع انقلاب، مثلا با همین انقلاب سفید در مملکت خودمون که 15 سال قبل از انقلاب شکوهمند ایشون انجام شده، نگاه کرد و مقایسه کرد. بدون تردید انقلابی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، شکی نیست که در ابعادی که پیاده شد، میزان خسارتهاش بسیار بسیار کم بود در مقایسه با انقلاب‌های دیگه، ولی کم وقتی پیاده شد، اینها صفاکی و قساوتی که به خرج دادن، انقلابیونی که به قدرت رسیده بودن، در حقیقت قیام مردم که برای عدالت به پا خواسته بودن، برای آزادی به پا خواسته بودن، برای یک حکومت در چارچوب قانون به پا خواسته بودن رو، اینا انقلاب رو مصادره کردن به نفع خودشون و صفاکی که نشون دادن و قساوتی که علیه مردم ایران نشون دادن، شاید در تاریخ انقلاب ها که هیچی، در تاریخ حداقل 2300 ساله گذشته جهان بی نظیره و نوع کشتاری که از مردم ایران کردن و آزادی ها رو نابود کردن و یا همه اون چیزهایی رو که همه ما میدونیم و واقعا دیگه هم لازم نیست که مطرح کنیم. یک چیزی که این آقای شکوهی مطرح کرد که خیلی جالب بود و اونی که میگفت که البته درسته، میگفت که ایران صاحب منابع نفتیه، صاحب نیروی انسانیه، صاحب معدنه، کاملا درسته. ولی کن خب در 37-8 سال گذشته که جمهوری اسلامی قدرت رو به دست داشته و صاحب قدرت بوده، با این همه امکاناتی که داشته و در ضمن امریکایی هم که دور بودن از ایران، یعنی چون طبق دستور خمینی نه شرقی نه غربی، مرزهای ایران به روی سرمایه‌داران خارجی بسته بوده یا اصولاً به روی امتیازات خارجی بسته بوده، اینجوری که خودشون تعریف میکنن، بنابراین مشکلی نبوده که این بیلیون‌ها دلاری که از این منابع نفتی، نیروهای انسانی و معادن ایران و شرایطی که ایران داره که همینجوری که ایشون گفتن به دست اومده، خب میبایستی که این کشور ما از لحاظ صنعتی، از لحاظ فرض کنید اطلاعات الکترونیک، تمام چیزهایی که امروز در جهان پیشرفته وجود داره، نسبت به حداقل به 37 سال پیش یک جهش بزرگی میکرد با این توجه که ما تونستیم، یعنی ایشون معتقد بودن که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها همه چیز رو به نفع خودشون مصادره میکنن، در دوران محمدرضاشاه به نفع خودشون مصادره میکردن و همه چیز رو برای خودشون میخواستن، بنابراین ما عقب مانده افتادیم در دوران محمدرضاشاه اقتصادی. واقعا عقب افتاده بودیم. این به عنوان یه شهروند ایرانی که در قبل از سال 1357 دانشگاه رفتید، تحصیل کردید، زندگی کردید، شغل و دفتر اداری و شغل اداری داشتید، شما احساس عقب ماندگی به عنوان شهروند ایرانی میکردید در شهری مثل تهران یا شیراز که زندگی میکردید در دوران جوانیتون در قبل از انقلاب؟ خب این چیزی که واقعا ایشون گفت که بر اساس و در چارچوب آمار صحیح و یا منطق درست یا فکت چکی که ما صحبتش میکنیم در امریکا واقعا وجود نیست. ببینید البته که نه، ولی وقتی من میشینم اینجا فیلم مثال به عنوان شهروند ایرانی در خارج از ایران در بی بی سی برمیگردم میگم انقلاب من صلح‌آمیز بود، خب اینا یه 10 تا بچه جوونی که توی تلویزیون پای تلویزیون نشستن در مثلا شهری مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت، حالا هر کجا و اینا میبینن، واقعا فکر میکنن که این خب داره راست میگه، واشده وسط مثلا لس آنجلس در قلب مرکز شهر لس آنجلس داره میگه آمریکایی‌ها بدن، جمهوری اسلامی خوبه. خب حتما راست میگه که اونجا جرأت میکنه این حرفو بزنه. آیا واقعا چنین چیزی آقای خلیلی؟ یعنی اساسا این تفکری است که من متأسفانه چند وقتی است در لس آنجلس میبینم که بعضی‌ها میان شروع میکنن، اگه بهشون بگی که بیا فلان جا، میگن که نه ما میخوایم بریم تهران، اینجا یک کسایی هستن ما رو میپان، مبادا وقتی مثلا از گذرنامه رد شدن به مشکل بر بخوریم، این تظاهرات رو نریم کار نکنیم. آیا واقعا فکر میکنید که این حرفا از سر ترس ایشون میخواد بره ایران، بلیت مسافرت به تهران داره، میخواد این حرفا رو بزنه راحت بره تو، راحت بیاد بیرون، نگیرنش مثلا نازک افشار نوعی یا ده ها شهروند ایرانی تباری که از خارج از ایران میرن داخل ایران،
یا چی؟ چرا باید یک کسی این چنین صحبتهایی بکنه؟ یا منافعی داره؟ من نمیدونم. ولی من ایشونو نمیشناسم طبیعتاً. به طور کلی ممکنه یه دهی واقعا اعتقادشون هم این باشه و تحت یک سری تبلیغات یا کتابهایی که خوندن، کتابهای اشتباهی که خوندن، واقعیت رو ندونن. ولی واقعیت‌ها که هست در تاریخ هم نوشته شده، یعنی در مجموع چیز رو که نمیتونیم کتمان کنیم. شما یه سوالی کردین که اولا ما برگردیم به قبل از انقلاب. در قبل از انقلاب ایران در بین کشورهای منطقه یکی از، حتی اگر نگم پیشرفته ترین کشور منطقه بوده، در بسیاری از جهات پیشرفته ترین بوده. یعنی نگم همه جهات، چون هیچ وقت نباید آدم کلی گویی بکنه، ولی در بسیاری از مسائل مختلف جلوتر از بقیه کشورهای منطقه بوده و از این نظر باعث افتخار جامعه و ملت ایران بوده که یه کشوری بتونه جلو بزنه. من فقط یه نمونهشو بگم. فرض کنید شما در مورد فقط قانون خانواده، قانون خانواده ما میتونیم اذعان کنیم بگیم که ما یکی از پیشرفته ترین کشورهای نه فقط منطقه بلکه میتونیم در سطح جهان خودمون رو مطرح کنیم، بگیم که ما کسانی بودیم که به زن اهمیت دادیم، به زن به عنوان نیروی واقعی کشور، 50% نیروی واقعی کشور، اونا رو از این چیزی که جزء مجنونان حساب بشن در انقلاب سفید، قانون اساسی مشروطه رو پشت سر گذاشتیم و گفتیم نخیر، زن دیگه مجنون نیست، زن جزء نیروهای مولده کشور، همسان با مرد. و بعد اومدیم مثلا قوانین خانواده رو مطرح کردن و این قوانین خانواده جدا زنان رو درست در شرایط مساوی مثل کشورهای غربی قرار میداد. اینکه امروز جمهوری اسلامی مردم ایران رو به 1400 سال پیش برگردونده و حقوق زنان رو پایمال کرده، این تصور ایجاد میکنه که واقعا قبل از انقلاب هم همین اتفاق بوده. اصلا اینطوری نیست، این دروغ محضه. نمیگم که 100% تمام حقوق زنان بهشون داده شده بود، ولی ما در قله کشورهای روبه رشد در زمینه مثلا حقوق خانواده بودیم. در زمینه‌های دیگر هم اینطور. تو حوزه اقتصادی چطور؟ در حوزه صنعت نفت در مقایسه مثلا با یک رقیب منطقه‌ای مثل عربستان؟ ما در حوزه اقتصادی، حوزه نفت توجه داشته باشیم که تمام برنامه‌ها درست پیش می‌رفت. الان در دوران جمهوری اسلامی توجه داشته باشیم این چاه‌های نفتی که احتیاج به دوباره نوزایی داره و برای اینکه بتونن دوباره راهشون بندازن و درست راهشون بندازن، میلیاردها میلیارد دلاری که می‌بایستی صرف اینا می‌شده انجام نشده و ما در یک بحران ویژه برای اینکه صدور نفت داشته باشیم و نفت بتونیم استخراج بکنیم وجود هستش. در دوران محمد رضا شاه اینطوری نبوده. یعنی در دوران محمد رضا شاه سیستم شرکت ملی نفت ایران در یک اسلوب صحیح و چارچوب صحیح کار می‌کرد. بگذاریم که منافع نفتی ایران به اون مقدار که بعد از انقلاب اتفاق افتاده نبوده، ولیکن اسلوب صحیح نگهداری منابع نفتی ایران، یعنی سرمایه گذاری صنعت در خود صنعت برای توسعه وجود داشته. مثلا نبوده که پولا بیاد بره لبنان. در سطح بین المللی ما قابل مقایسه بودیم همیشه. ببینید شما الان هم هستیم، الان هم در ته جدول با زیمبابوه کشورهای از این دست قابل مقایسه. و بعد در کشورهای منطقه مثلا مقایسه از لحاظ چه نظامی، از لحاظ اجتماعی، حتی از لحاظ سیاسی، ما واقعا بایستی همیشه ذهنمون رو یک کمی عوض کنیم و بگیم که ما از لحاظ سیاسی، بله، یک محدودیت هایی بوده تو مملکت ما، این محدودیت ها غلط بود، ولیکن در رابطه مقایسه با منطقه اصلا قابل مقایسه نبودیم. نیست. در اون موقعی که کشور عربستان همزمان با ایران، هر دو فرض کنید عربستان قدرت اول نفتی بود، بعد ایران قدرت دوم نفتی بود، اونجا هر کسی رو میگرفتن گردن میزدن و دست میبریدن و سر میبریدن و پا میبریدن و همین کارهای ابلهانه قصاصی که جمهوری اسلامی انجام میده انجام میدادن، ما در مملکت ما واقعا پیشرفت شده بود. ما
اعدام مثلا فرض کنید در ملاعام مثلا دیگه مطرح نبود، همه اینا بایگانی شده بود. یعنی ما وارد یک شرایطی شده بودیم که میتونستیم خودمون رو به مرحله‌ای برسونیم که به یک مرحله گستره تمدنی جدید وارد بشیم. حالا این چه ربطی داشت این گستره تمدنی جدیدی که داریم ازش صحبت می‌کنیم به رابطه با آمریکا؟ ایشون نکتهش این بود که آمریکایی‌ها خودشون نشون دادن ما قبل انقلاب رابطه بهتر از این هم داشتیم. این حرفایی که ایشون داشت می‌زد انگار که مثلا علی خامنه‌ای ریششو بدرشه بشینه تو لس آنجلس حرف بزنه، همون حرفاست. ملت ما، مردم ملت ما اعتماد ندارن به آمریکا. من واقعا سوالم از شهروندای ایرانی اینه که آقای شهروند ایرانی، خانم شهروند ایرانی، آیا شما به آمریکا اعتماد دارید یا نه؟ شما موافقید با آقای خامنه‌ای که میگه آمریکایی‌ها رو نمیشه بهشون اعتماد کرد؟ اینو من نکتم اینجاست، این چه ربطی داره؟ بعد من میخوام ببینم آیا واقعا آمریکا هیچ وقت به ایران خدمت نکرده؟ مثلا قائله پیشه‌وری و اشغال ایران توسط قوای ارتش سرخ شوروی، آیا با مداخله ایران مداخله آمریکا تمامیت ارضی ایران اون زمان حفظ شده، یا نه همینجوری خود روس ها گفتن نه ما دلمون سوخت واسه تمامیت ارضی ایران، پاشنن از ایران رفتن بیرون؟ ببینید آقای دکتر آقازمانی، به طور کلی این صحبتی که آدم بگه آمریکا و این آمریکا رو در 40-50 سال گذشته بخواد توضیح بده، این مغالطه است. یعنی آمریکا ادمنستریشن های مختلفی داره، یعنی رؤسای جمهور مختلفی میان، از احزاب از حزب جمهوری خواه یا دموکرات میان، اینا افراد مختلفی هستن. حتی یک رئیس جمهور، یعنی دو تا رئیس جمهور از یک حزب مساوی مثل هم رفتار نمی کنن. بنابراین هر دوره ای رو بایستی در مورد خودش صحبت کرد. بله، یک دوره است که در دوره آیزنهاوره که ما مواجه میشیم با دخالت CIA و کودتایی به سرشت مرداد. یه موقع است که ما نه در یک چارچوبی مثلا فرض کنیم در دوران نیکسون قرار میگیریم که یک حالت مساوی میده به دولت ایران یا دولت محمد رضا شاه، دولت پهلوی و حالت مساوی، یا اینکه فرض کنیم مثلا در دوران ریگان یا در دوران کارتر یا در دوران جورج بوش یا در دوران کلینتون، اینا همه با همدیگه متفاوتن. بنابراین اینکه ما بگیم امریکا، یعنی این چیزی که آقای شکویی تو این برنامه گفتن آمریکا به این ترتیب با ما اصلا خوب نیست، این واقعا بی‌معناست. به دلیل اینکه آمریکا رؤسای جمهور مختار، البته هر کشوری قراره که منافع ملی خودش رو حفظ کنه، این که درش تردیدی نیست، ولی کن امریکایی‌ها به مراتب یک چیز بهتری از چهره بهتری از خودشون در ایران نشون دادن نسبت فرض کنید به روس‌ها. روسیه حداقل یک سوم خاک ایران رو که در دو معاهده گلستان و ترکمانچای با خودش برده و ما شاهد، یعنی چیز داریم که اتحاد جماهیر شوروی ارتش سرخ رو در ایران نگه داشت با اینکه قرارداد داشت بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1926، نه 24 یعنی قراردادی که بین امریکا، انگلیس و شوروی بود برای اینکه بتونن اسلحه به شوروی برسونن، مجبور شدن که ایران رو اشغال بکنن و حاکمیت ملی ایران رو نقض بکنن، که به اون دلیل رضا شاه استعفا کرد و محمد رضا شاه به جایش نشست. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، اینا قرارداد بسته بودن که از ایران نیروهاشون رو چیکار کنن؟ خارج کنن. امریکا و انگلیس خارج کردن و شوروی حاضر نشد خارج بکنه. یعنی خاک استان آذربایجان ما رو زنجان به عنوان به عنوان بخش خاک خودشون تلقی کردن. حالا بخش خود تلقی نکردن، ولی به هر حال از اونجا خارج نشدن و یک فرقه دموکرات و حزب توده‌ای رو که طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بود اونجا دست نشانده خودشون قرار دادن و ایران هم هر چی اعتراض میکرد انجام نمیشد. به هر حال امریکایی‌ها اعتراض کردن. البته اون صحبت این که ترومن اولتیماتوم داده به شوروی در حاله ای از ابهامه. معتقدن که واقعا یک همچین اولتیماتومی هرگز انجام نشده. آیا واقعا این کاغذ از وزارت امور خارجه آمریکا رفته به شوروی یا نرفته بین مورخین صحبته، ولی به هر حال موضع امریکا کاملا یه موضع
روشنی بوده، موضعش این بوده که من از اینجا خارج میشم، شوروی هم باید خارج بشه، و شوروی حاضر به خروج نبود و به هر حال با فشار بین المللی و تقاضای ایران و فشار خود ایرانی ها مجبور شد که از ایران بره. در نتیجه امریکا میگم در چیزهای مقاطع مختلفی که وجود داره به خاطر شرایط آزادی که در این مملکت هست، یعنی مردم میتونن حق دارن هر 4 سال یک بار رئیس جمهور خودشون رو عوض بکنن، هر تصمیمی که میخوان در مورد نمایندهشون بگیرن و اون چیزی که به نفع ملت و مملکت خودشونه تصمیم بگیرن، اینی که اون رئیس جمهور جدیدی که میاد، اون رئیس جمهوری که هست، ضمن حفظ منافع ملی مردم آمریکا و حفظ منافع آمریکا اون سیاست‌های خودش رو میشه و ختمش خودش رو داره. و یه نوعی ما میبینیم که پرزیدنت اوباما ختمشش کاملا با پرزیدنت بوش متفاوته. یعنی شما یعنی اصلا از زمین تا آسمون دو نفر با هم دیگه متفاوتن. آقای خلیلی یک نکته دیگه هم جا هست، این که خب بعضی همش این انتقاد میکنن، شاید میگن که خب آمریکا بده، مثلا ما بین خودمون تو خب اگه آمریکا بده دعوت نمیکنن مثلا مگر ایران، ولی همین آمریکا فرصت حیات آزادانه و بیان نظرات آزادانه رو به موافق و مخالف هم میده. یعنی شما نگاه کنید کنفدراسیون دانشجویی که یک گروه چپگرا بودند، گروه های علاقمند به جریانات چپ در تاریخ ایران هستند، در آمریکا فعالند، نه در اتحاد جماهیر شوروی. و همین الان همین آقای شکوهی عزیز که علاقمند به جمهوری اسلامی و انقلاب شکوهمندشون هستند، در آمریکا زندگی میکنن. شاید گفتن خیلی از این حرفا در آمریکا راحته، در خیلی جاهای دیگه نه. شاید در خود ایران هم نمیشه. در خود ایران هم نشین حرفا رو واقعا زد. یعنی واقعا بایستی این رو به این مسیر برد. یعنی این فرهنگ رو واقعا منتقل کرد به ایران که اوکی اول ما بپذیریم که آدم‌های مختلف حق دارن که بشینن حرف بزنن و بعد ما حق داریم که در مورد حرف‌های اونها حرف بزنیم و این حرف زدن میتونه سرآغاز یک گفتگو برای دانستن بهتر در حقیقت باشه. موافقید؟ البته خب اینو در مورد عرض کردم به این دلیل بود که بی بی سی در کنار آدم‌هایی که موافق هستن مخالفین رو هم دعوت کرده و حرفایی هم که میزنن در این بدبستان نشون میده در جامعه موافق و مخالف هم هست، اگرچه برخی ها میگن که حضور یکی دو مخالف برای بیان و ابراز بی‌طرفی به جهت تأثیرگذاری بیشتر حرفای موافقین یکی از ترفندهایی است که بسیاری از رسانه‌ها از اون استفاده می‌کنند تا در خلال حرفای بحث‌هایی رو به مغز بیننده متبادر کنند، اما از این بگذریم بریم یک تکه دیگه از همین برنامه رو ببینیم که فکر کنم دقایق کوتاهی هم تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. شوق هست. جورج بفهمید شما. خیلی متشکر. عرض شود که من پیرو صحبت‌های خانم دلبر که اینجا نشستند. ببینید در عرض 37 سالی که از انقلاب گذشته همواره تحریم بوده. وقتی که ایران جمهوری اسلامی شروع کرد به این فعالیت‌های امور اتمی بود که دولت اوباما، دولت آمریکا این تحریم‌ها رو سخت‌تر کرد. زمان احمدی نژاد تا موقعی که من یادمه درآمد نفت ایران 800 میلیون دلار بود. میلیارد 700 تا 800 میلیارد میلیارد دلار بود. این پول‌ها چی شد؟ چرا مملکت وضعیت اشتغال و وضعیت زندگیشون خراب بود؟ ببینید ما اینجا یک گروه متخصصین امور اقتصادی نیستیم. بزرگترین تأثیر این برداشتن تحریم‌ها اثر روانی رو افراد هستش که بعضی ها خیلی مثبت شدن و بعضی ها مشکوک هستن. حالا شما مشکوک هستین یا من 100% مشکوک هستم، برای اینکه در کشوری که اوضاع اقتصادی رونق پیدا بکنه باید طبقه متوسط وضعش بهتر بشه. طبقه متوسط ایران در حال کوچیکتر و کوچیکتر شدنه، مردم در زیر فشار بسیار سختی یعنی هستن. یعنی طبقه متوسطی که خوشبین هستن مشخصه، هم از آمدن رای دادنشون در روزهای اخیر بلد. هم کلا نظرسنجی ها نشون میده که از این توافق استقبال شما میکنید، شما میگویید که بیهوده خوشبین نه هستن. همواره ملت باید امید داشته باشن برای روزهای بهتر، برای اینه که به آقای روحانی رای دادن، برای اینه که قبلا هم جنبش سبز بود و این قبلی صحبت ها. ولی تا موقعی که ساختار اقتصادی اجازه نده که رقابت باشه و آزادی اقتصادی باشه، اون موقع رونق و ایجاد شغل در مملکت نخواهد. حالا پس اگر تمرکز رو نگه داریم روی آینده،
جورج هارونیان چهره شناخته شده است برای بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان اقتصادی در خارج از کشور. فکر می‌کنم حرف‌هایی هم که زد شما در بخش اول صحبت هم تقریبا همین حرفا رو با ادبیاتی متفاوت‌تر مطرح کردین. یه تیکه دیگه هم هست آقای خلیلی، چون میگم خیلی 5 دقیقه تا به آخر برنامه وقت نداریم، اینم ببینیم اگر که موافق هستین و اتاق فرمان به ما حمایت می‌کنن. پیشنهاد می‌کنم که ایرانی‌ها برای نماینده‌های مجلسشون برای پرزیدنت بنویسن این دوگانگیری که شرایط زندگی ایرانی‌ها رو خیلی سخت کرده اگر زیادتر بنویسن. آمریکایی‌ها این کارو می‌کنن و ما ایرانی‌ها خیلی کم می‌کنیم. ما یه وطن داریم و جمهوری اسلامی با 98% جامعه مسلمان بزرگترین پتانسیل رو داره که بهتر ایران رو متشکل و یک پارچه نگه داره. جورج من فکر کنم شما والا صحبت خیلی هستش، من فقط آقای رضا صحبتی گفتن که واقعا من تکون خوردم. ایشون فرمودن 98% ملت ایران مسلمان هستن، پس اونهایی که مسلمان نیستن هیچ حق حیات ندارن. آقای محترم، اولا که 98% ملت ایران مسلمان نیستن، انواع اقسام قومیت ها و عقاید مختلف افراد بیدین در ایران وجود داره. شما به چه حسابی، به چه مناسبتی کشور ایران رو فقط مربوط به مسلمان ها میکنید؟ این حرف غلطیه دوست عزیز. اشکال همینه که جمهوری اسلامی و طرفدارانش احساس میکنن که مالک اون مملکت هستن و دیگران که مثل خودشون نیستن اصلا حق و حقوقی ندارن. من نمیدونم چی باید بگم، یعنی واقعا یه درد بزرگیه دیگه. این درد بزرگ خیلی حرف درستی، خیلی حرف آقای هارونیان درسته در اعتراض به اون جمله‌ای که گفته شد. واقعا ما هزاران هزار شاید میلیون‌ها بهایی رو نبینیم، قریب به 3 میلیون یارسان رو نبینیم، جامعه‌ای که تارانده شدن، جامعه ارامنه، یهودیان، دیگر باورمندان، زرتشتیان، کسایی که امروز خیلی واقعا اعتقادی دیگه ندارن، اصلا دنبال خدا و پیغمبر نیستن، دارن زندگیشون رو میکنن، نوع دیگری نگاه میکنن. ببینید دکتر آقازمانی، اصلا ارزش ایران ما به داشتن یک مجموعه ای از افراد با عقاید مختلف، با نژادهای مختلف، با ارزش‌های مختلفه. یعنی امپراتوری ایران که امپراتوری کوروش بزرگ، امپراتوری هخامنشیه، اصلا بر این مبنا به وجود اومده که انواع و اقسام قبایل، اقوام، ادیان، زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف بتونن در این مجموعه امپراتوری حضور داشته باشن و هنوز خودشون رو ایرانی، متعلق به ایران و ایرانی داشته باشن. ارزش ایران اینه. ببینید شما در پیشینه کشورهای دیگه یه همچینی به وجود نداره. این فقط ایرانه که در دوران باستان این اتفاق، البته بعداً رومی ها هم این کارو میکنن، ولی ایران اولین کشوری در تاریخ بشره که یه همچین حالتی داره. و ما ایرانی ها ارزش، باید هیچ وقت یادمون نره این ارزش خودمونو، این ارزش، ارزش ویژه ایرانه که ما ایرانمون یک مجموعه موزاییکه، یک مجموعه از افراده و اصلا ایدئولوژی های مختلف، اقوام مختلف، فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف نباید در موردش. آقای خلیلی یه دقیقه، ما بیشتر وقت نداریم، ولی یه سوال خیلی مهم دارم. این که یک کسی مثل آقای رضا میگه جمهوری اسلامی این پتانسیل رو داره که ایران رو یک پارچه نگه داره و این تفکر که دارن هی تبلیغ میکنن که اگه جمهوری اسلامی نباشه این اقوام به جون هم میفتن، ایران تجزیه میشه، آیا فکر میکنید این نوعی تهدید بر علیه ملت ایران از طرف حاکمیت فعلیه؟ البته این دروغ تاریخی، یعنی دروغ بزرگه. ما فقط به یک شرط میتونیم ایران رو متحد و یک پارچه نگه داریم که عشق به هم دیگه داشته باشیم و به همدیگه احترام داشته باشیم. یعنی عقیده شما با من متفاوته، من شما را همچنان به عنوان یک ایرانی دوست داشته باشم و به عقایدتون و یعنی به خودتون احترام بذارم. اگر این اتفاق بیفته ایران یک پارچه میمونه. در حالت جمهوری اسلامی هر دوی این فاکتورها وجود نداره، نه عشق وجود داره، نه احترام به عقیده. بنابراین جمهوری اسلامی حتما باعث تجزیه ایران خواهد شد، یعنی حضور جمهوری اسلامی باعث تجزیه ایران خواهد شد، در حالی که عدم حضور جمهوری اسلامی و عدم حضور یک همچین حکومت استبدادی حتما باعث، نمیگم حتما ولی میتونه باعث چی باشه، باعث اتحاد مردم
مردم ایران باشه. همدلی و اتحاد مردم ایران میتونه در پناه حذف جمهوری اسلامی و بقای حاکمیت ملی برای یک کشور یک پارچه استفاده کنه. کاملا درست. ممنونم بیژن خلیلی عزیز.